یوناما یا دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گزارش تازه‌اش از تلفات غیرنظامیان در منازعه افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش آمده که 3812 غیرنظامی در نیمه نخست 2019 کشته و یا زخمی شدند که شامل 1366 کشته و 2446 زخم برداشتند. در این گزارش گفته شده که شمار کشته و زخمی ها افراد ملکی 27% کمتر از زمان مشابه در سال 2018 می باشد. اما در سه ماه گذشته سال 2019 متاسفانه در افغانستان هنوز هم آمار و ارقام تلفات افراد ملکی بسیار بالاست و تمامی اطراف درگیر باید رعایت بکنه قواعد بشردوستانه بین‌المللی را. یوناما 52% تمام تلفات افراد ملکی را به عناصر مختلف دولت، 38% را به طالبان، 11% را به داعش و 3% آن را به عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داده است. تلفات غیر نظامیان که به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است 31% افزایش داشته که بیشتر از اثر افزایش در عملیات‌های هوایی و تلاشی صورت گرفته است. تلفات افراد ملکی گروه طالبان هستند که اینا زمینه را و یا هم تلفات اصلی را بر افراد ملکی وارد ساخت. در گزارش یوناما در کنار قربانیان زن تلفات کودکان با 327 کشته و 880 زخمی تقریبا یک سوم مجموع تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد. کودکان در این گزارش همچنان 84% از مجموع تلفات غیر نظامیان از اثر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ را تشکیل می دهند. هزارها نفر در جنگ دو طرف دولت و طالبان کشته شدند. یا نباید افراد ملکی را قربانی از جنگ خود کنند. سازمان ملل با اشاره به قطعنامه نشست میان افغانها در دوحه گفته که هر چند تعهد برای کاهش خشونت ها داده شده اما بسنده نبوده است.